الف پ 24 ساله، یک فرد معمولی مانند بقیه مردم روی کره خاکی، دانشجوی دانشگاه آزاد در رشته الکتروتکنیک. او همانند بسیاری از هم نوعانش در کنار تحصیل به کار نیز مشغول بود. وی در زمینه نقشه برداری در یک شرکت مهندسی فعالیت می کرد. همه مردم به او احترام می گذاشتند و حاجی صدایش می کردند. من مسلمان سنی مذهب و بلوچ هستم. در سال 93 بازداشت شدم. سن و سالی نداشتم. 22 ساله بودم و نمی دانستم چرا و به چه دلیلی سه تا آدم خشک که تحریشم داشتن سراغم آمده و از من پرسیدن فلانی؟ گفتم بله. گفتن با هم بریم تا جایی بر بگردیم، کارت داریم. گفتم شما؟ گفت یه کار کوچیکیست. فکر کردم حتما کار نقشه کشی یا نقشه برداری دارم. گفتم من با ماشین خودم میام، شما جلو برید، که منو به زور سوار ماشین خودشون کردن. اول صبح بود، هیچ کس تو محله نبود. به هم دستبند زدن و از سرم رو پایین گرفتن و گفتم چه کار داری میکنی؟ که با کف دست به سرم ضربه محکمی زد. 20 دقیقه تو راه بودیم که وارد یک ساختمان شدیم. چشمم را بستن، از راه پله بالا رفتیم. من رو داخل یک اتاق کوچک رها کردن که یکیشون که من رو تا اتاق آورده بود گفت منتظر باش میاییم، باهات کار داریم. باورم نمیشد چی شده. با خودم فکر میکردم اینا دیگه کی هستن؟ من کجا؟ هنگ کرده بودم. یک ساعت بعد یکی اومد که اولین حرفی که بهم زد هیچ وقت از یادم نمیره. گفت تو وهابی هستی، آشغال عوضی، و شروع کرد با مشت و لگد به صورتم زدن. من روی زمین افتادم. نمیتونستم مقاومت کنم. من هی میگفتم سنیم و اون میزد تو دهنم و میگفت خفه شو سگ سنی وهابی، خفه شو میکشمه، کشتن شما حلاله. من خودم را گرد کرده بودم و او به سر و شکمم ضربه میزد و آزار جنسی میداد. سه روز داخل این اتاق بودم. هر روز بدتر میشد. نمیدونستم چی شده، چرا من اینجا، چرا شکنجه میشم. میگفتم شاید اشتباهی شده. روز سوم چند تا برگه آوردن که امضا کنم. میترسیدم از این که بگم چی هست و نخونده امضا بزنم. گفتم اینا چیه و میخوام قبل از امضا کردن بخونمش. که دوباره شروع کرد شکنجه و با مشت و لگد زدن به من که زود امضا کن، و دیگه تحمل نداشتم. سه روز بدون آب و غذا بودم، فقط از توالت آب میخوردم. دیگه تحمل نداشتم و امضا کردم. بعد منو به شعبه اول بازپرسی دادگاه بردن. دماغم شکسته و لبهام پاره شده. از قبل انگار همه چیز آماده شده بود و فقط منتظر من بودن. قاضی با اینکه دماغ و لب و دهن من را دید که پاره و شکسته است در این مورد هیچ حرفی نزد و گفت شما در دانشگاه تبلیغ وهابیت کردید و به عتبات مالیات توهین نمودید و نظم دانشگاه رو برهم زدید. من گفتم به خداوندی خدا که من کاری نکردم و یک دانشجوی معمولی هستم مثل بقیه و من سنیم و کاری به وهابیت ندارم. قاضی با شنیدن این حرفا من از اتاق بیرون کرد. بعد از اون منو به بازداشتگاه امنیت اطلاعات بردن و دو روز هم اونجا بودم. همش میگفتم خدایا خودت به دادم برس، هیچ کسی ندارم، من بیگناهم، کاری نکردم، نمیدونم به چه جرمی اینجام. تا اینکه با وکیلی که خانوادم گرفته بودن و با دلال یا پارتی بازی که پیدا کرده بودن با وثیقه ملکی آزاد شدم. یک هفته قبل از بازداشت شدنم در دانشگاه با استاد معارف که امام جمعه شهری که من در اون شهر به دانشگاه می رفتم کلاس داشتم. استاد سر کلاس درس شروع کرد به توهین کردن به اهل سنت که اینها وهابی و جیرخوار عربان و بلوچ ها آدم کش هستن و اینا اصل وهابیت هستن. من فقط در همین حد جوابش رو دادم که شما از کجا و چه منبعی این حرف ها رو می زنید؟ من یک بلوچ هستم و سنی هم هستم.
اصلا دینی به عنوان وهابیت نداریم و تو داری به من توهین میکنی و تو هیچ اطلاعاتی در مورد دین نداری. چرا الکی توهین میکنی؟ بعد از یک هفته بازداشت شدم. چه شکنجه هایی که شدم. هم از دانشگاه اخراج شدم و هم از محل کارم. نمیدونستم چه کار کنم. همش استرس داشتم که دادگاه چطوری میشه. برای من که هیچ جرمی نداشتم. جرأت هیچ کاری رو هم که نداشتم. همش به خودم میگفتم خدایا من چه کار اشتباهی کردم که اینطور باید سرم بیاد و این تقاصش باشه. از شهری که زندگی میکردم رفتم و یک خونه تو فاصله 75 کیلومتری از شهرم گرفتم و تنها زندگی میکردم و آخر هفته ها به خانوادم سر میزدم. بیرون کردن و اخراج دانش آموزان و دانشجویان اهل سنت و بلوط وجود داره. تبعیض زیاده. حتی یک کارمند تو قوه قضاییه و ارگانهای بالا نیست. بعد از آزادیم همیشه تحت فشار بودم. هفته یکی دو بار از اداره اطلاعات به هم زنگ میزدن، تهدیدم میکردن. دیگه صبر و تحملم تموم شده بود و میگفتم چرا دست از سرم بر نمیدارن. دوباره در سال 94 بازداشت شدم. شب بود. منو از ماشین پیاده کردن. داشتم میلرزیدم. منو سوار ماشین خودشون کردن و یکی سوار ماشین من شد. نزدیک به 40 دقیقه تو راه بودیم که وارد یک ساختمون یا خونه ای شدیم. به محض اینکه از ماشین پیادم کردن یک مشت به صورتم خورد. چشام تار شد. فکر کردم چشمم ترکید. اصلا با چشمم نمی‌دیدم. گفتم کور شدم. منو به یک اتاق کوچک بردم. مثل اتاق قبلی نبود. هر لحظه منتظر بودم که بیان وریدن اومدن. چشم درد و سردرد داشتم. فردا ظهرش بود که دو نفرشون اومدن رمز گوشی هم رو میخواستن. به هم گفت رمز گوشی تو بزن و من هم دادم. ساعت گوشی هستن یادم نمیره که در اون لحظه 12:39 بود. بهشون گفتم من کاری نکردم. که رفتن. بعد از 2 ساعت یکیشون اومد چند تا خورما با پنیر بهم داد و گفت اگر همکاری کنی و هر چی گفتیم انجام بدی اینجا بهت بد نمیگذره. گفتم به خدا من کاری نکردم. گفت میدونم. چند روزی مهمان ما هستی، آزادت میکنی. شب بود و تاریک که فقط چراغ بیرون کمی داخل رو روشن میکرد. یک نفر اومد داخل اتاق یا سلول، جوان بود. به دستام دستبند زد و گفت اگه صدا در بیاد خفت میکنم. اومد شلوار پام رو بکشه پایین که نذاشتم. شروع به مشت و لگد زدن به من کرد. التماسش میکردم که دهنم میزد و میگفت خفه شو سگ کثیف وهابی. الان اگه خفه نشی همه بچه ها میان با هم ترتیبت رو میدی. من مقاومت میکردم. با خودم گفتم مردنم بهتره تا شرافتم بره. دیگه نمیتونستم نفس بکشم. دیگه نای مقاومت نداشتم. خودشم خسته شده بود. بهم گفت خوردت میکنم که واقعا خوردم کرد و بهم چندین بار تجاوز کرد. شب سیاهی بود. از خودم بدم میومد. نمیخواست خودکشی کنم. دیگه هیچ چی برام مهم نبود. نمیدونم چه ساعتی بود که یک نفر دیگه اومد شروع کرد به تهدید و فحش دادن به من. نمیدونستم از من چی میخواستن. 6 شب سیاه داشتم. هر شب برام سیاه‌تر میشد. به هم تجاوز میکردن. روز ششم بود که یکیشون با یک گوشه آبی رنگ که روش نوشته شده بود خیلی محرمانه آمد و گفت امضا کن. گفتم چی هست؟ آخه از من هیچ بازجویی نکرده بودن. با اینکه ترسیده بودم امضا نکردم. آنها گفتم منو بکشید. دیگه چیزی برام مهم نیست که شروع به مشت و لگد زدن به من کرد و گفت پس چی؟ سگ سنی وهابی. فکر کردی نمی‌کشیمت؟ گفت امضا کن. زود باش. دستم رو مشت کرده بودم که امضا نکنم. با دست کلیدی که دستش بود و چیزی مثل تیغ داشت رگ دست چپم رو از چند جا زد. همش دنبال امضا گرفتن. منم میگفتم بکشیدم امضا نمی‌کنم. شروع کرد به تهدید خانواده‌ام. گفت همشون رو یکی یکی میارم اینجا و خواست بره که گفتم امضا میکنم. نمیدونم چی بود ولی فکر کنم 5 برگی میشدن. رفت. بعد از چند ساعت اومدن منو دستبند زدن و چشمام رو بستن و به دادگاه بردن. عصر بود. هیچ کس داخل دادگاه نبود. فقط قاضی شعبه اول دادیاری. قاضی یا دادیار حتی به هم نگاه هم نکرد و هیچی ازم نپرسید. منو از اتاقش بیرون آوردن. انگار همه چیز از قبل آماده شده بود. بعدش منو به بازداشتگاه امنیت اطلاعات بردن و یک شب که اون بازداشتگاه بودم. صبح که منو به زندان بردن نمیتونستم روی پاهام وایسم.
و این داستان همواره برای جوانان اهل سنت ادامه داشته و دارد. این فقط یک نمونه از سرگذشت جوانان اهل سنت ایران زمین است که به اتهام جرایم مرتکب نشده به صورتی وحشیانه و به دور از همه موازین انسانی و اسلامی با شکنجه و زندان مواجه می شوند.